با عرض سلام خدمت تمامی همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. مبحثی که می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم در مورد ویزای 188 ای کشور استرالیا از سری ویزاهای بیزینسی این کشور. نکته اول که باید بدونیم اینه که ویزای 188 ای یک ویزای ایالتی است. یعنی هر یک از 6 ایالت و 2 قلمرو به کشور استرالیا به صورت مجزا این ویزا و دعوتنامه را صادر می‌کنند و درخواست متقاضیان رو به صورت جداگانه هر کدومشون بررسی میکنن. شرایط اولیه برای اقدام برای اخذ این ویزا برای تمامی افراد فارغ از اینکه از کدام ایالت بخوان دعوتنامه‌شون رو بگیرن یکسان. شرایط اولیه اخذ این ویزا در وهله اول سابقه حداقل 2 سال مدیریت در 4 سال اخیره. در وهله دوم مایملکات شخص متقاضی و همسرش مجموعاً باید معادل 800 هزار دلار استرالیا باشه. زمانی که مایملکات شما در ایران به صورت ریالی مورد کارشناسی کارشناسان قوه قضاییه قرار میگیره و ارسال میشه برای آن ایالت در استرالیا، معیار اکسچنج و تبدیلش مقداری است که بانک مرکزی کشور ایران برای دلار استرالیا قرار داده و معیار بازار آزاد ارز اونجا مد نظر قرار نمیگیره. در وهله سوم گردش حساب یا همون ترنوور حساب شخص متقاضی 2 سال در 4 سال اخیر به صورت مجزا باید حداقل معادل 500 هزار دلار استرالیا رو نشان بده. یعنی 2 سالی که هر کدومشون ترنوور 500 هزار دلاری باز هم با معیار بانک مرکزی ایران باشه رو باید نشون بده. زمانی که این 3 شرط محرز باشه برای شخص بیزینس پلانی باید تهیه بشه که با توجه به سوابق کاری و علایق سرمایه گذاریش در کشور استرالیا نوشته بشه. این بیزینس پلان دقت بالایی باید داشته باشه تا تمام اون فاکتورهایی که مد نظر اداره مهاجرت کشور استرالیاست درونش رعایت بشه. خب حاصل این اقدام یک ویزایی است که به مدت 4 سال و 3 ماه به فرد متقاضی، همسر و فرزندان زیر 23 سال اجازه کار و زندگی نامحدود در خاک استرالیا را میده. هدف ویزا خیلی روشن و ساده است. فرد متقاضی و خانوادهش وارد خاک استرالیا میشن تا به اندازه کافی و در زمانی سخاوتمندانه بتونن زندگی در استرالیا رو تجربه بکنن و شخص متقاضی فرصت رو داشته باشه تا در مورد زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری در اونجا تحقیق بکنه. درسته که ما یک بیزنس پلان از ایران به صورت آماده ارسال کرده بودیم، اما اگر شخص در استرالیا نظرش عوض بشه و با زمینه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاری آشنا بشه که مورد علاقش باشه، به راحتی میتونه بیزنس پلان جدیدی رو به تصویب برسونه. خب ما وارد استرالیا شدیم. 4 سال و 3 ماه ویزا داریم که تا 6 سال هم قابل تمدیده. شخص متقاضی میبایست در مقطعی در میان این ویزا و در خلال اقامتش در کشور استرالیا بیزینسی رو آغاز بکنه. برای شروع این بیزینس 4 آپشن هم بهش داده شده. یا میتونه بیزینسی رو تأسیس بکنه، یا میتونه بیزینس آماده‌ای رو خریداری بکنه، یا میتونه در بیزینس آماده‌ای شریک بشه و یا میتونه از روش فرانچایز اخذ نمایندگی بکنه. کورپوریشن بزرگ رو پیدا بکنه که در یک منطقه آماده اعطای نمایندگی است و اون نمایندگی رو راه اندازی بکنه. این بیزینس باید به مدت 2 سال کار بکنه. این 2 سال باید حتما در خلال اون ویزا، یعنی در آن 4 سال و 3 ماه و یا در صورت تمدید به 6 سال در داخل اون 6 سال باشه. پس از اینکه این 2 سال انجام شد و بیزینس کارش رو کرد، فاکتورهایی در این بیزینس چک میشه و اگر این فاکتورها رعایت شده باشه، شخص متقاضی، همسر و فرزندان اقامت دائمشون رو دریافت میکنن. 2 فاکتور اصلی که در تمام ایالات وجود داره، مینیمم مبلغی است که شخص متعهد شده در خلال اون 2 سال وارد خاک استرالیا بکنه و در بیزینسش سرمایه گذاری بکنه. این مبلغ در ایالات مختلف تنوع مختلفی داره، یعنی شخص در زمانی که از ایران داره درخواست رو میده باید این تعهدات رو چک کرده باشه
که بدونه بعد از اینکه رفت استرالیا و تحقیقاتش رو کرد این بیزینس باید الزاماً در همان ایالت راه اندازی بشه، دو سالش رو بگذرونه و دقیقاً تعهدات همان ایالت رو باید رعایت بکنه. شرط دومی که به صورت عمومی در بین تمامی این ایالت هست، ترنوور و گردش حساب سال دوم این بیزینسه که اون هم یک مینیمومی رو باید داشته باشه. شروط مختلف دیگری در ایالات مختلف وجود داره، مثل تعداد افرادی که شخص باید حتماً در سال دوم به استخدام بیزینس خودش در بیاره و یا بیزینس پلان های خاصی که در زمینه های خاصی در ایالات مختلف میتونن در واقع راه اندازی بشن و کارشون انجام بشه و اون شروط رو باید ببینن. برای آگاهی از تعهدات هر یک از ایالات میتونید در وبسایت ما به صفحه مختص اون، یعنی ویزای 188 هر ایالت، به صورت جداگانه رجوع بکنید و شرایطش رو چک بکنید.